بعضی از اوقات نظرسنجی ها و پرسش پاسخ هایی که صورت می گیرن ممکنه که اینها مشکلی نداشته باشن، به لحاظ علمی انجام شده باشن، اما خب چون به هر حال بحث ما عمدتا روی رسانه ها متمرکز دیگه، اما رسانه ها در تفسیر و گزارش این نتایج به صورت علمی عمل نکنن و در نتیجه مخاطبان خودشون رو گمراه بکنن، در نتیجه افکار عمومی رو گمراه بکنن. اجازه بدید من یک مثال از مطبوعات بریتانیا بزنم. در سال 2005 مطبوعات بریتانیا نتایج یک تحقیق آماری رو به صورت گسترده گزارش کردن که نشون میداد از هر 4 پسر نوجوان بریتانیایی یک نفر سابقه انجام یک خلاف جدی رو داره، خلاف جدی که توی زیر مجموعه اون خلاف های نظیر سرقت، حمله خشونت‌آمیز یا معامله مواد مخدر رو در واقع میشد گنجوند. خب طبیعتاً یک همچین نتیجه گیری باعث نگرانی همه میشه دیگه. مجموعه ای از تیترهای نگران کننده در مطبوعات زده شدن، مخصوصاً حالا مطبوعاتی که یک مقدار هیجان زده تر هستن، که نمیدونم بریتانیای لات جوونا از دست رفتن، نمیدونم نسل جدید چی شده. طبیعتاً هم در همه این موارد خب به هر حال کسانی اظهار نظر میکنن، به لحاظ ریشه یابی ریشه هاشو بررسی میکنن و خب همه اینها هم در مطبوعات پوشش داده میشه. اما تمام این داستان به نوعی شاید بشه گفت یک خبرسازی رسانه‌ای بود به خاطر دقت نکردن به محتوا و نه شکل اون نظرسنجی. یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع داستان از این قرار بود که در جریان تحقیق از پسرانی که مورد سوال قرار گرفته بودن، پسران نوجوانی که پسران مدرسه‌ای که مورد سوال قرار گرفته بودن پرسیده شده بود، البته سوال‌ها چند تا بود ولی یکی از سوال‌ها این بود: آیا تا کنون عمدن علیه کسی مرتکب خشونت شده اید؟ و بعد توضیح داده شده بود خشونت یعنی این، مثلا با زدن، لگد زدن، خراش دادن. خراش دادن به این مثلا مفهوم این که پوست بدن کسی رو زخمی کردن، یا پرتاب اجسام به نحوی که منجر به زخمی شدن اون فرد شده باشد. خب یه عده به این سوال جواب داده بودن، ولی 58% کسی که به این سوال جواب داده بودن، خلافی که انجام داده بودن یعنی خشونتی که انجام داده بودن این بود که یه کسی رو هل داده بودن یا کشیده بودنش، البته خب به صورتی که بالاخره بهش آسیب رسیده بود. نکته جالب این که 36% اینا افراد هم اون اقدامی که علیهش یعنی در موردش اعتراف کرده بودن که یکی رو زدن، کشیدن، جوری که آسیب دیده، این رو علیه برادر یا خواهرشون انجام داده بودن. یعنی به عبارت دیگه مطابق قواعد این تحقیق به لحاظ شکلی، محتوا رو اگه بذاریم کنار، به لحاظ شکلی هر نوجوانی که در طول عمر خودش خواهر یا برادر خودش رو هل داده بود، یه خلافکار بشه که آسیب دیده بود، که میدونید که این اتفاق ممکنه بیفته، شما برادر یا خواهری که خیلی علاقه بهش دارید رو واقعا احتمال اینکه یک بار حداقل جفتپایی براش نگرفته باشید، هولی نداده باشید به نحوی که خون اومده باشه به حال جایش، خیلی بعیده. هر نوجوانی که در طول عمرش برادر خواهرش رو به این شیوه هل داده بود، یه خلافکار در واقع قابل شمارش در این پژوهش محسوب میشد. اگر کسی حتی یه بار برادر یا خواهرش رو نیکرد دیگه از سوالای نظرسنجی بود، جوری هل داده بود یا کشیده بود یا زمین زده بود که کبود شده بود جاییش، این میشد خلافکار جدی، چون آسیب جدی بود. و در نهایت این خلافکارای جدی گروهی رو تشکیل میدادن که کسای دیگه‌ای که تون گروه بودن از کسایی که تجاوز کرده بودن رو شامل میشد تا کسایی که معامله مواد مخدر کرده بودن. البته خب میشه به این نظرسنجی ایراد داشت دیگه، که خب شاید بهتر بوده گروه‌های متنوع‌تری رو در نظر می‌گرفته برای پاسخ دادن، ولی حتی اگر اون نظرسنجی این کارو نکرده بود که این ایراد وارد بود به اون مؤسسه پژوهشی،
واقعیت اینه که روزنامه هایی که تیت زده بودن از هر 4 تا نوجوان بریتانیایی یکیشون خلافکار جدیه، بیش از حد بیتوجهی کرده بودن به ترکیب اون پژوهش و سوال و جواب هایی که صورت گرفته بود و خیلی خواسته بودن که فقط یه تیتر برجسته بذارن و تیتری هم که طبیعتاً مردم رو نگران میکرد. عنایت داشته باشید که ما به هیچ وجه در اینجا نمیخوایم بگیم که نوجوانان یا جوانان بریتانیایی خوبن یا بدن، خلافکارن یا نیستن. قطعا شما خیلی از موارد وحشتناک خشونت رو در مدارس بریتانیا هر از گاهی در مطبوعات میخونید که خب خیلی نگران کننده هستن، ولی ما داریم صحبت از 1/4 کل این جوانا میکنیم که طبق این نظرسنجی در واقع خلافکار جدی بودن، در حالی که واقعیت اینطور نبود، به این خاطر که بعضی از اینها ممکن بود کسایی باشن که برادر خواهرشون رو جوری هل دادن که مثلا به صورت جدی کبود شده بود یا اینکه جایش خون اومده بود، که بعیده که ما یک همچین کسی رو به صورت عادی بگیم خلافکار جدی، یا اگر بچه خودمون این کار انجام بده اون رو کسی به حساب بیاریم مثل کسانی که مثلا مواد مخدر رو معامله میکنن. یه مثال دیگه باز از همون سال 2005. سال 2005 یه کمیسیون تحقیق در بریتانیا، باز هم عنایت داشته باشید که ما صحبت از چند تا روزنامه نمی کنیم. یک کمیسیون تحقیق دولتی، یعنی کمیسیونی که از طرف دولت بریتانیا مأمور داشت در مورد وضعیت تامین اجتماعی آمار جمع بکنه، سوال و جوابی رو با طیف وسیعی از مردم انجام داد و بازنشستگان انجام داد، در واقع نظرسنجی رو انجام داد و پرسشنامه هایی رو در سطح وسیع بین افراد بازنشسته پر کرد. نتیجهش سوالش این بود که آیا در دوران بازنشستگی پول و درآمد کافی دارن و آیا این برای امرار معاششون کافی هست یا نه. در این سوال و جواب که خب به صورت گسترده هم انجام شده بود و از بودجه دولتی هم کلی پول خرج شده بود طبیعتاً، چون شما در سطح گسترده دارید برای یک سیاست گذاری دولتی اطلاع جمع میکنید دیگه، 40% حدوداً از کسایی که به این سوال جواب داده بودن گفته بودن که پول و درآمد کافی ندارن از افراد بازنشسته. خب و طبیعتاً این ماجرا مجددا میتونست برای مطبوعات جذاب باشه و بود دیگه، یعنی نشون دهنده یک فاجعه در سیستم تامین اجتماعی و بازنشستگی بریتانیا بود. خواهش میکنم. من این سوالی که دارم راجع به همین بحث نظرسنجی است. مؤسسه لگاتوم، نمیدونم میشناسید نه، این مؤسسه به هر حال اینا یه مؤسسه نظرسنجی معتبری در دنیاست و نظرسنجی‌های اوورال کلان هم در واقع میکنه، راجع به موضوع خاص فقط در واقع چیز نمیکنه. من داشتم در واقع پروفایل ایران رو میدیدم 2014، در واقع توی پروفایل ایران، ایران از لحاظ امنیت، یعنی دقیقا بحث سکیوریتی و سیفتی، یعنی واژه‌ای که خودش استفاده کرده بود، در رتبه 126 فکر کنم، 122 یا 126 قرار گرفته بود، یعنی هم انتخاب کشورهایی مثل در واقع حتی یعنی کشورهایی که بدتر از ایران بودن، چاد بود، سوریه بود، عراق بود، یعنی هم انان این کشورها بود. ولی چیزی که در ادبیات حکومتی حتی در ادبیات مردم در واقع مورد استفاده قرار میگیره همیشه این بحثه، خصوصا بعد داستان بهار خزان عربی، در واقع اینی که آقا خب ما سوریه نیستیم، ما عراق نیستیم در واقع. و جالب اینه که من چیزی هم که یک سوالهایی هم که باید میگم ببینیم، یک سوال من یادم میاد در واقع این بود که شما چقدر، از سوالی که پرسیده بودین که شما چقدر امنیت دارید در نیمه شب وقتی در خیابان راه میرید، و خب نظرش این بود، من سوال اینه که چرا ما در بحث امنیت شهری و بحث کلا سکیوریتی، بحث سیفتی در واقع، اینقدر تعارض میبینیم بین نگاه کلی مردم، نگاه ظاهری مردم، نگاه اون چیزی که حکومت تبلیغ میکنه، با این نظرسنجی که یک مؤسسه معتبر انجام داده و شما نمیتونید بهش بی‌اعتنا باشی. یعنی میخوام بگم که واقعا این تعارض از کجا میاد؟ آیا این تعارضی وجود نداره؟
در واقع میخوام به این سوال در واقع جواب بدم. بله، دوستمون اشاره ای کردن به در واقع بعضی از نظرسنجی هایی که انجام شده راجع به وضعیت امنیت در ایران به معنی امنیت شهری، امنیت شخصی، و اشاره میکنن به رتبه های خیلی پایینی که ایران در بعضی از این تحقیق ها و نظرسنجی ها داره از نظر احساس امنیتی که مردم دارن، و در واقع این رو مقایسه میکنن با واقعیت های موجود و میگن که چجوری میشه که یک همچین رتبه هایی به دست میاد و ارتباطش با واقعیت چیه. من فقط میخوام خواهش بکنم که اون مثالی که من در مورد وضعیت بازنشستگی و اون تحقیقی که تو بریتانیا انجام شده بود رو اونو به سرعت تمامش بکنم و بعد حتما خدمت سوال شما برسم. خواهش میکنم. علی حال به این صورت بود که سال 2005 به هر حال نظرسنجی انجام میشه از افراد مسن، و تو نظرسنجی 40% افراد مسن پاسخ میدن که در دوری بازنشستگی احساس میکنن که درآمد و پول کافی ندارن، و طبیعتاً این یک نتیجه نگران کننده ای بود در مورد وضعیت به هر حال سیستم بازنشستگی بریتانیا. موج نگرانی راجع به این نتیجه تا مدتی ادامه داشت تا اینکه کسانی محققانی شروع کردن به شک کردن به نحوه انجام اون نظرسنجی و اون پژوهش، از این جهت که آیا کسانی که پژوهش رو طراحی کردن و خب صدها هزار پوند هم حداقل از بودجه کشور رو صرف اون نظرسنجی کرده بودن، آیا عامل زندگی مشترک رو به اندازه کافی دیدن در نظرسنجیشون یا نه؟ مثلا شما از یک خانم مسن بریتانیایی که توجه داشته باشید وقتی ما صحبت از افراد مسن میکنیم حتی در کشورهای غربی داریم از نسلی صحبت میکنیم که زنها کمتر کار میکردند نسبت به امروز، که خب امروز به هر حال درصد بسیار بالایی کار میکنن، ولی در بین افراد مسن خیلی از اینها زن خانه‌دار هستند یا بوده اند در زمانی که در سن فعالیت قرار دارن. و وقتی که ما از همچین کسی سوال میکنیم که آیا به لحاظ شخصی پول و حقوق کافی بازنشستگی داره یا نه، خب اون اگر که به این سوال با توجه به وضعیت خودش جواب بده که در نظرسنجی اول یک همچین سوالی مطرح میشد، احتمال اینکه جواب بده نه خب خیلی زیاده، چون ممکنه واقعا خودش هیچی نداشته باشه، اگرچه در خانه بزرگی هم زندگی کنه و وضعیتش هم خوب باشه، ولی به لحاظ شخصی هیچی نداشته باشه، چون اینها در واقع هیچ کدومش در حساب درآمد شخصی او محسوب نمیشه. در نتیجه سوال این نظرسنجی به نظر درست نیامد و پژوهش دیگری طراحی شده بود. در اون سوال این بود که از فرد میپرسیدن که آیا شما و همسرتون درآمد کافی در سن بازنشستگی دارید یا نه. این بار پژوهشی که دفعه اول 40% مردم بهش جواب منفی داده بودن، گفته بودن نداریم، جواب شد 11%. و خب طبیعتاً اون کسایی که اون نظرسنجی بزرگ رو که در سطح ملی انجام شده و طراحی کرده بودن دیگه در یک همچین شرایطی میشد به حیف و میل گسترده اموال عمومی متهمشون کرد، نه به قصد ولی با در نظر نگرفتن یک نکته کوچک ریاضی در یک نظرسنجی. داریم صحبت از یک پژوهش میکنیم که در بریتانیا و با سفارش دولت صورت گرفته بود. حالا شما مجسم کنید خیلی از کارهایی که ممکنه توسط یک روزنامه‌ای که باید سریع تصمیم‌گیری انجام بشه، طبیعتاً امکان یک همچین خطرهایی توش وجود داره.